کنم اگر چیز اسلامی پیدا کردید به ما هم بفرمایید. بله میفرماید دو یار زیرک و از باده کهن دومنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگر چه در پیم افتند هر دم انجمنی. می فرماید من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، یعنی چی؟ فراغتی یک کتابی یک گوشه چمنی باشه، دو یار زیرک هم برای مصاحبت باشه، امان از یار زیرک. دوی بله نخه این شعر از سیمین نیست عزیزم، این شعر از حافظه همینجا. بله خیلی ممنون. بله پس دو یار زیرک میخوام و از باده کهن دومنی. ما چیز اسلامی در این نمیبینیم. خب میگه تازه من به آخرت ندهم، یعنی حافظ ابدا و مطلقا معتقد به آخرت نیست، اساسا معتقد به خرافات نیست. حالا این دوست عزیز من بسیار بزرگوار ما در شهر قم که مقاله شون امشب امروز میخونم خدمتتون و گرفتاری های مقاله را ما اینجا تحلیل خواهیم کرد، معتقد هستن که نه ایشون اصلا از کشتگان و مردگان اسلام هستن، اصلا اسلام اصلا صبح تا شب اسلامیه. داری که اینطور نیست، انسان متفکر متعبد نیست، انسان فیلسوف متعبد و دینی نیست، میسر نیست چنین چیزی ابدا و مطلقا. و اشتباهی که در باب حافظ هست همین آقای خرمشاهی و بقیه دوستان اینها هیچ توجه نفرمودن که آقا این حافظ آدم بوده مثل من و شما، اینم از مادر متولد شده. ما دوست داریم همه رو ببریم از احوال تاریخی ببریمشون به بالاتر از قضایای تاریخی. آقا نیست چنین چیزی، هیچ کس فراتر از تاریخ نبوده، هیچ آدمی بزرگتر از تاریخ نبوده،